مرتضی جون، اولین ماشینی که داشتی چی بوده؟ یادتونه؟ اوه، خیلی سوال جالبی کردی. من ونک درس میخوندم، دانشجو معماری، بعد یه ماشینی خریده بودم، فورد بود. یه فورد کوچولویی بود. خب پولم نداشتم اون موقع، دیگه خیلی خوشحال بودم. ما منتظریم که یه ترانه خاطر انگیز هست که میدونم صحبتم زیاده در موردش. خودتونم خیلی جالب قصهشو تعریف کردین. میخوایم برامون بگین قصه این آهنگ که میخواین اجرا کنین چی؟ آخرین نوروز تلویزیون ایران که برنامه داشت اونجا اجرا کردیم. مرحوم بدیزاده اونجا خوشبختانه حضور داشت. من واقعا باعث افتخارمه که در اون موقع تونستم با این اسطوره واقعی و کسی که راهگشای راه همه ما بوده این آهنگا رو، 3 تا از آهنگاش اونجا اجرا کردیم. و وقتی که من می‌خواستم اینو اجرا کنم خیلی جالب بود که ایشون خیلی حساسیت داشت که این ماشین مشتی ممدلی که خب یه ماشین خیلی قرازه‌ایه دیگه، اصلا نه صندلی داره نه چرخ داره نه روغن داره، هیچی نداره. بعد میگفتش که اینو باید به ترتیب بگی. آقا استاد ترتیبی دیگه نداره، این ماشین قرازه رو من چه ترتیبی بگم؟ حالا میخوام اول چرخشو بگم بعد مثلا فنراشو بگم؟ گفت نه نه حتما باید این. گفتم خیلی خوب، پس حالا که اینطوری هستش من از اون نوشته مجبورم بخونم، چه یادم رو کاغذ هستم بود از اون نوشته میخوندم که به حال استاد ناراحت نشه. ماشین مشتی ممدلی ارزون و بی معطلی، ماشین مشتی ممدلی نبوغ داره نسنده. پس اون نوشته روی کاغذ بوده و برای همین بوده که شما کاغذ دستتون بوده. یاد استاد بدیزاده هم گرامی، صحنه مال شماست مرتضی جان. به حال یاد استاد بدیزاده گرامی باشه. ایشون در سال 1300
358 در اثر سکته مغزی فوت کردن، دو سال یه سال بعد از انقلاب. و من واقعا بازم میگم که باعث افتخارمه که در سالهای آخر عمرشون تونستم با ایشون همگام بشم. عجب برنامه به یاد ماندنی هم بود نوروز 58.